در این بخش به روش تعمیر کردن سیستم ترمز عقب توجه کنید. سیستم ترمز در چرخهای عقب اتومبیل فراید از نوع درام یا کفشکیه. برای باز کردن کاسه چرخ، اول در پوش مهره توپی رو خارج میکنید. بعد با یه قلم ناخونی قفل مهره توپی رو باز میکنید و مهره توپی رو خارج میکنید. اون وقت واشر خاردار رو برمیداریم و کاسه چرخ رو همراه با رول برینگ های مربوطه جدا میکنیم. بعد فنرهای پین متصل کننده کفشک به طبق رو باز میکنیم. حالا کفشک ها رو در میاریم. و مکانیزم رگلاژ اتوماتیک رو خارج میکنیم. در نهایت لوازم سیلندر ترمز رو بیرون میاریم و سیلندر ترمز رو از کاسه چرخ خارج میکنیم. در مرحله بعد کاسه نمد رو از کاسه چرخ خارج میکنیم و رول برینگ رو در میاریم. وقت ابزار اختصاصی به شماره 49FT01361 رو به طوری که ناخونهای ابزار درست در محل خودش زیر کنز قرار بگیره میبندیم. بعد با ضربات چکش کنسو خارج میکنیم. برای درآوردن کنس سمت دیگه از قلم و ضربات چکش استفاده میکنیم. تصویری رو که مشاهده خواهید کرد، قطعات سیستم ترمز عقب اتومبیل فراید رو نشون میده. قطعاتی مانند فنرها، کاسه نمدها، لاستیک‌های سیلندر ترمز که در هر تعمیر باید تعویض بشن. طبق یا سینی نگهدارنده مجموعه لنت‌ها رو از نظر کج بودن یا داشتن پیچیدگی بازدید می‌کنیم. کاسه چرخ رو از نظر شکستگی یا خوردگی و ساییدگی در تکیه‌گاه لنت ترمز کنترل می‌کنیم. قطر داخلی کاسه 170 میلی‌متر که می‌تونه به حد اکثر 171.5 میلی‌متر برسه. یعنی در صورت ساییدگی میشه کاسه چرخ رو حد اکثر 75 میلی‌متر ماشین کاری کرد. توپی رو از نظر خوردگی در محل نشست کنس داخلی رول برینگ و همینطور کج شدن شافت کنترل می‌کنیم. رول برینگ ها رو از نظر سایش کنس‌ها و سالم بودن ساچمه‌ها کنترل می‌کنیم. کفشک‌ها رو از نظر تغییر شکل ظاهری و همینطور ساییدگی لنت‌ها رو بازدید می‌کنیم. ضخامت استاندارد لنت عقبی 4 میلی‌متر و چنانچه کمتر از 1 میلی‌متر باشه باید تعویض بشه. در ضمن عرض لنت عقب 25 میلی‌متر و طول اون 148 میلی‌متر و سیستم
رگلاژ اتوماتیک رو از نظر خوردگی دندانه‌های اهرم، شیطانک یا تغییر شکل در اهرم بندی کنترل می‌کنید. هر کدوم از این قطعات در صورت معیوب بودن باید تعویض بشن. جمع کردن قطعات سیستم ترمز عقب و با جمع کردن قطعات سیلندر ترمز شروع می‌کنیم. اول فنر سیلندر رو جا می‌زنیم. بعد پیستون‌ها رو که گردگیر و اورینگ روشون نصب شده به روغن ترمز آغشته می‌کنیم و روی سیلندر جا می‌زنیم. اون وقت توپی رو روی طبق جدید یا طبق قدیمی سالم نصب کنید. بعد سیلندر ترمز رو نصب می‌کنیم و پیچ‌های اون رو به مقدار 1 الی 1.3 کیلوگرم متر سفت می‌کنیم. حالا 6 قسمت نشست کفشک‌ها روی طبق رو گریزکاری می‌کنیم. بعد اهرم رگلاژ اتوماتیک ترمز دستی رو از داخل گردگیر میگذرونیم و مجموعه اهرم رو در محل خودش قرار میدیم. بعد یکی از کفشک ها رو با اهرم رگلاژ اتوماتیک درگیر میکنیم و نگهدارنده کفشک به طبق رو نصب میکنیم. اون وقت با استفاده از یه فنر نو دوتا کفشک رو به هم متصل میکنیم و کفشک دیگر هم جا میزنیم. حالا فنر پایینی اتصال دو کفشک رو که باید نو باشه نصب میکنیم. سرآخر فنر اهرم رگلاژ اتوماتیک رو که بهتر یه فنر نو باشه در محل خودش نصب میکنیم و دنده های قفل کن اهرم رگلاژ اتوماتیک رو در وضعیت حد اکثر جمع شدن کفشک ها قرار میدیم. حالا میریم سر کاسه چرخ. با استفاده از ابزار مناسب با ضربات چکش یک کنسول توی کاسه چرخ جا میزنیم. اون وقت رول برینگ مربوطه رو به گریس آغشته میکنیم و در محل خودش داخل کنس قرار میدیم. حالا کاسه 99 رو با استفاده از یک ابزار مناسب داخل کاسه هدایت میکنیم. و در نهایت کنس سمت دیگه کاسه ترمز هم با استفاده از ابزار مناسب و ضربات چکش جا میذاریم. حالا کاسه چرخ رو روی شافت توپی جا میذاریم و رول برینگ مربوطه رو به گریس آغشته میکنیم و روی شافت قرار میدیم. بعد واشر خاردار رو روی رول برینگ در محل خودش میگذاریم و مهره نگهدارنده کاسه رو میبندیم. وقت مهره نگهدارنده رو سفت میکنیم و با چرخوندن کاسه چند ضربه آروم با چکش روی کاسه میزنیم تا رول برینگ ها در محل‌های خودشون جا بیفتند. بعد مهره نگهدارنده کاسه رو 1/4 شل میکنیم و با نیروسنج
گشتاور کاسه چرخ رو اندازه میگیریم. گشتاور کاسه چرخ باید 26 صدم الی 87 صدم کیلوگرم باشه. در صورتی که به گشتاور مطلوب نرسیم، شلو سفت کردن پیچ کاسه چرخ رو انقدر ادامه میدیم تا گشتاور دلخواه به دست بیاد. پس از تنظیم لقی رول برینگ های کاسه چرخ، مهره قفل کننده رو با استفاده از یک سنبه روی شاخت قفل کنید. و بالاخره قالپاق مهره توپی رو که باید نو باشه به گریز آغشته می‌کنیم و در محل خودش روی کاسه جا می‌ذاریم. در این بخش تعمیرات پمپ ترمز زیر پا و بوستر ترمز مطرح میشه. پمپ ترمز زیر پا دارای دو پیستون برای ایجاد فشار روغن در سیستم های ترمز جلو و عقب اتومبیل. همچنین پمپ زیر پا دارای یک مخزن روغن ترمز که مقدار حداقل و حد اکثر روغن ترمز روش مشخص شده و به سنسور اخطار دهنده کاهش سطح روغن ترمز مجهز. ایرادهای پمپ زیر پا ممکنه به خاطر نشتی در این قسمت پمپ، خالی کردن پدال در زیر پا و یا برنگشتن لنت ها باشه. برای جدا کردن قطعات پمپ ترمز زیر پا، پیستون اونو به طرف داخل فشار میدیم و خار نگه دارنده رو خارج میکنیم. بعد پیستون رو در میاریم. برای خارج کردن پیستون دوم، اول پیچ نگه دارنده پیستون رو باز میکنیم. بعد یکی از مدارهای روغن رو با درپوش مسدود میکنیم و فشار باد رو به مدار دیگه وصل میکنیم و پیستون دوم رو خارج میکنیم. در این تصویر قطعات پمپ ترمز زیر پا رو مشاهده میکنیم. هر کدوم از این دو پیستون مربوط به یکی از دو مدار ترمزه. مدار اول برای ایجاد و انتقال فشار روغن در سیلندر چرخ جلو چپ و سیلندر چرخ عقب راست. و مدار دوم برای ایجاد و انتقال فشار روغن در سیلندر چرخ جلو راست و سیلندر چرخ عقب چپ. سیستم ترمز اتومبیل پراید به بوستر مجهزه. بوستر توسط انرژی نیوماتیک یا مکشی که از موتور دریافت میکنه، نیروی ترمز رو سریعاً به سیستم‌های ترمز جلو و عقب منتقل میکنه. بوستر قابل تعمیر اساسی نیست و فقط بعضی از قطعاتش مثل گردگیر و فیلترها قابل تعویض هستند. در بوستر ترمز هم میل فشار دهنده به پمپ زیر پا و هم میل فشار دهنده پدال ترمز به بوستر قابل تنظیم هستند که تنظیم این دو اهمیت بسیاری داره. سالم بودن بوستر رو به دو روش امتحان میکنه. روش اول اینکه پس از پر کردن پدال در زیر پا موتور رو روشن می‌کنیم. بعد از روشن شدن موتور پدال باید نشست بکنه. روش دوم اینه که اگه در حین روشن بودن موتور ترمز بگیریم، نباید دور موتور تغییر بکنه. در صورت تغییر دور موتور بوستر خرابه و علت خرابی در هر دو مورد پاره شدن پرده دیافراگم و بوستر باید تعویض بشه. برای تعویض گردگیر و فیلترها، اول کرپی متصل کننده میل بوستر به پدال ترمز رو باز می‌کنی
بعد مهره اونو خارج میکنیم. اون وقت گردگیر رو از محل خودش در میاریم. حالا واشر نگهدارنده فیلتر نمدی رو خارج میکنیم. و فیلترها رو در میاریم. برای تنظیم میل فشار دهنده بوستر به پمپ زیر پا از ابزار اختصاصی به شماره 49B202762 استفاده میکنیم. ابزار رو طوری روی پمپ زیر پا قرار میدیم که دو پایه ابزار روی بدنه پمپ قرار بگیره. بعد پیچ تنظیم ابزار رو انقدر به داخل میپیچونیم تا پیچ تنظیم با پیستون پمپ زیر پا تماس پیدا بکنه. حالا ابزار اختصاصی روی پمپ زیر پا رو بر می داریم و به حالت عکس روی بوستر قرار می دیم. بین میل فشاری و پیچ تنظیم ابزار اختصاصی باید 40 تا 60 فیلر یا 0.4 تا 0.6 میلیمتر فاصله باشه. در غیر این صورت با چرخوندن میل فشاری این فاصله رو تنظیم می کنیم. امیدوارم این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدار. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.